میخوام امروز راجع به این قضیه صحبت کنم که آیا برای اینکه یک نقاشی رنگ روغن انجام بدیم باید طراییمون عالی باشه یا نه اینکه شما اول یه طراح عالی بشین و بعد به این سراغ رنگ روغن خیلی خوبه اما الزام نیست یعنی شما میتونین با یادگیری یه سری تکنیکا بدون اینکه طراحی بلد باشین طرح رو روی بوم بندازین این تکنیکا رو من توی ویدیو آموزشی قرار دادم که اگه خواستین میتونیم به دایرکت بدین حالا میریم سراغ ویدیو امروز مثل رنگ روغن من میخوام اول یه سری چیزای کلی راجع به طراحی بگم مثل ویدیوی قبلی اول میریم سراغ وسایلی که لازم داریم اولین وسیله‌ای که لازم داریم پاکن مدادی هستش پاکنایی هستن که شکل مداد اتوت هستن و باش ما میتونیم نقطه های کوچیک و خطوط باریکی رو ایجاد کنیم دومین چیزی که ما لازم داریم مدادها هستن از دو تا خانواده هاش و B. حالا اینا با همدیگه چه فرقی دارن مداد هاش نوک یعنی مغزی سختی داره و, و کاربردش برای نقشه کشی یا خطوط ظریفی که میخوایم بکشیمه نوکش ثابته و رفته رفته پهنم نمیشه توی خانواده مداد هاش ما هاش دو داریم هاش چار هاش شیش مداد بعدی مداد B6 هستش که مغزی نرمی داره و برای سایه روشن ایجاد میشه توی این خانواده هم همینطور یک دو سه چار پنگ تا شماره هشت داره اه حالا اه فرق اینا چیه؟ فرقش اینه که هرچی عدد شماره مداد بالاتر میره خاصیت اون مداد بیشتر میشه یعنی مثلا یه مداد B8 از یک مداد B6 نرمتره اینطور مثلا مداد B5 از B4 نرمتره B4 از B3 نرمتره همین چیز توی خانواده های هاش هم صرف میکنه یعنی یه هاشی، مداد هاشیز از یه مداد هاش چار سخت تر. وسیله بعدی که لازم داریم سطح هستش سطحمون میتونه کاغذ آچار باشه یا میتونیم دفتر طراحی بگیریم که این دفترای بافت یه بافت خاصی دارن و خب به طراحیمون یه بافتی میدن که این خودش باعث زیبایی کارمون میشه یکی دیگر وسیله ها تراش هستش که تراهای حرفه‌ای به جای تراش میان از کاتر استفاده میکنن ولی خب ریسکیه چون همجوری که داریم کاتر میکنیم ممکنه به دستمون آسیب بزنیم خب همین همین پنج تا وسیله رو ما نیاز داریم برای اینکه طراحی انجام بدیم حالا میرسیم سراغ اولین بحث توی طراحی اولین بحث توی طراحی بحث تونالیته هستش تونالیته یعنی چی یعنی ایجاد سایه و روشن که پنج تا روش داره من الان یکی یکی بهتون میگم شما هم لطفا تمرین رو تکرار کنیم تا یاد بگیریم اولین روش اینه که مداد رو به صورت وقتی که دارین مشق می نویسین. میگیرین دستتون و بعد شروع میکنیم به سایه زدن اینطوریه که فشار دستمون اولی زیاده و رفته رفته کم میشه من برای نورم از بالا میزنم یعنی نور از بالا داره میاد پس باید سایه پایین باشه و وقتی هرچی به سمت نور میریم سایه همون بشه شروع میکنم میتونیم در حین این سایه زدن از این یکی دستمونم استفاده کنیم تا مثلا از کنار طراحیمون بیرون نزنیم خب این از روش اول الان مثلا من اینجا یه خط میبینم دوباره شروع میکنم از پایین یعنی از جای تیره فشار دستمو کم 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 میکنم تا برسم به جای روشن دومین روش چیه؟ دومین روش اینه که مداد رو اینطوری بگیرین دستتون و با پهنای مداد سایه رو بزنیم دوباره منبع نور از بالاه و من فشار دست رو زیاد از پایین و کم 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 میشه روش سوم که یه روش خیلی خوبی هستش و تکنیک مداد رنگی هم با همین روش پیش میرن اینه که مداد رو میگیریم دستمون و دایره دایره از جای تیره شروع میکنیم به سایه زدن بر می دوباره دایره دایره میکشیم فشار دستمون رو یکم کم میکنیم و همینطوری ادامه میدیم و هی فشار دست رو کم میکنیم تا سایهمون روشن‌تر بشه یه چیز جالبی که توی این حرکت دایره روی صفحه است اینه که از لحاظ روانشناسی این حرکت باعث آرامش میشه همین خب روش بعدی روش کراس هاچینگ یا هاشور هم بهش گفته میشه توی این روش باید حتما از خانواده های مداد هاش استفاده کنیم یا دیگه نهایتا به یک و به دو تو این روش بعد یه سری خطوط موازی بکشیم که اگه این خطوط با فشار زیاد باشن و در کنار هم باشن باعث ایجاد سایه میشه و اگه خطوطمون از همدیگه فاصله داشته باشن و فشار دستمون کمتر باشه باعث میشه که اونجا مثلا سایه روشن بیفته اینطوری و حالا یه دورم از این ور همین روش بعدی روش ترام هستش یا روش نقطه نقطه که برای تکنیک نقاشی های با راپید و یا خودکار استفاده میشه اینطوریه که اگه بخوایم جایی تیره تر بشه نقطه ها باید بیشتر کنار هم باشن و جایی که میخوایم روشن تر بشه نقطه ها از هم فاصله داشته باشن باید راپید و یا خودکار رو به صورت عمود روی صفحه قرار بدیم و نقطه ایجاد کنیم اینطوری این, این پنج تا روش رو تمرین کنین و هر سوالی داشتین تو قسمت کامنت ازم بپرسین